سلام وقتتون بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون از اون جایی که آغاز برنامه هست و در یکی از روزهای زوج هفته به سر میبریم میخوام حدیثی رو تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما بکنم و باز هم به کتاب شریف الخصال اثر گرانسنگ شیخ صدوق مراجعه میکنم در این کتاب حدیثی از امام صادق صلوات الله و سلام علی نقل شده که حضرت امام صادق علیه السلام به این قضیه اشاره کردند که شیطان لعین و رجیم در چهار موقعیت نال سر داد یکی زمانی که از رحمت خداوند دور شد دوم زمانی که به زمین فرود آمد سوم زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مبعوض شدند و چهارمین موقعیت که شیطان نال سرداد داد هنگام نزول سوره مبارکه حمد بود اما در دو مورد قهقه زد شیطان لعین و رجیم زمانی که حضرت آدم اون میوه ممنوعه رو خورد و زمانی که از اون بهشت بیرون انداخته شد حضرت آدم شیطان لعین و رجیم قهقه قه زد و خندید اوقاتتون خوش باشه ما همچنان همراه شما هستیم باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است گوش کن میشه نبی بنگ از خوش آهنگ, ازا. آهنگ ازا. از آهنگ مهربان داور ما منتظر است مولا سو یاور ما منتظر است بنشینیم لب به روز بسپاریم دمی دل به خدا بسپاریم دمی دل به خدا گوش کن. کن یا تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند و دلسوز و پروپاقرس و فرهیخته برنامه از آنگاهی بربال ملائک خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون همین ابتدای برنامه دعا میکنم مثل همیشه که پروردگارا من رو امانتدار خوبی برای نگاه های پر از مهر و محبتی قرار بده که در حساس ترین لحظات روز خودشون به این قاب جهانی و به بنده و همکارانم خیره و دوخته میشن تا لحظاتی رو سوار بر بال ملائک از سیره و سنت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین صحبت کنیم اجازه بدید همین ابتدای برنامه سال روز شهادت جانگداز حضرت امام هادی صلوات الله و سلام علیه رو ابتداعا محضر حضرت ولی اصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین حضور شما محبان و پیروان و موالیان اون حضرت تسلیت و تعذیت ارز بکنم انشاء الله که محبان و پیروان خوب و واقعی برای اون حضرات باشیم بینندگان عزیز و ارجمند برنامه از آنگاهی بربال ملائک امروز هم افتخار داریم که تا لحظات از آن شما عزیزان رو همراهی بکنیم خواهش میکنم شما هم ما رو دنبال و همراهی کنید من الشیطان الرجیم العلی العظیم سلام و ادب مجدد خیلی ممنونم از اینکه کماکان بیننده برنامه خودتون هستید آیاتی رو به اتفاق هم شنیدیم و لذت بردیم میخوام ترجمه آیات رو تقدیم حضورتون بکنم قبل از اینکه به ترجمه آیات بپردازم میخوام عرض بکنم که خواهش میکنم به همین مقدار اونس با قران اکتفا نکنید در محل های کارتون و محل های زندگیتون مقداری از وقتتون رو یک مقدار خوب و قابل توجه از وقتتون رو به قرائت آیات و مطالعه مفاهیم قرآنی بپردازید تا ان رستگار بشیم ان حضرت حق باری تعالی خداوند متعال میفرمایند ای پسران من داستان حضرت یوسف و سوره حضرت یوسف هست از زبان حضرت یعقوب بیان میشه ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا نومید نشوید که از رحمت خداوند جز کافران نومید نمیشوند پس چون برادران بر او وارد شدند گفتند ها ازیز عزیز ما و کسانمان را فقر و قحطی گرفته و سرمایه ای ناچیز آورده ایم پس پیمانه ما را کامل کن و به ما صدقه بده که خدا صدق دهندگان را پاداش می دهد. گفت آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که جاهل بودید؟ گفتند آیا واقعا تو همان یوسفی؟ گفت آری من یوسفم و این برادر من است به راستی خدا بر ما منت نهاده است بیگمان هر که تقوا و صبر پیش کند خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند گفتند به خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برتری داده و ما جدا خطاکار بوده ایم گفت امروز ملامتی بر شما نیست خدا شما را می آمرزد و او مهربانترین مهربانان است این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیفکنید تا بینا شود و کسان خود را همگی نزده من آورید و چون کاروان از مصر به راه افتاد پدرشان گفت اگر مرا به کمخردی متهم نکنید من بوی یوسف را می گفتند به خدا سوگند که تو هنوز در خطای سابق خود هستی بله بینندگان عزیز انشاء الله که رستگار بشیم هدایت شده باشیم و در مسیر هدایت ثابت قدم بمانیم برنامه بربال ملائک کماکان ادامه داره از محضرتون خواهش مندم. ما رو تا انتهای این قسمت از برنامه از آنگاهی بربال ملائک دنبال و همراهی بفرمایید. خب بینندگان عزیز ممنون و متشکرم از اینکه کماکان دارید برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بر بال ملائک رو تماشا و مشاهده میکنید در ابتدای برنامه اگر خاطرتون باشه حدیثی رو تقدیم شما عزیزان کردم و در موردش صحبت کردیم مواردی در این حدیث بررسی شد که شیطان در یک سری موارد ناله سرداد و در یک سری از موارد هم قهقه زد اون مواردی که در اون شیطان نال سرداد اتفاقاتی بود که برای ما خیلی عزیز و شیرین بود مثل مبعوث شدن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله موردی بود که هدایت ما رو به دنبال داشت اما او ناراحت شد و زمانی که حضرت آدم اون میوه ممنوعه رو خورد او قهقه زد و این اتفاقی تلخ برای زندگی های ما بود این شیطانی که برای اتفاقهای خوب زندگی ما ناراحت و غمگین و افسرده میشه تا اون جایی که ناله سر میده و این شیطانی که برای اتفاقهای بد روزگار ما و زندگی ما قهقه میزنه و شادی میکنه اصلا رفتارش جای تعجب نداره چرا که او قسم خورد که حتما ما رو ما بندگان خدا رو گمراه میکنه او دشمن قسم خورده ماست عدو و مبین ماست پس حواسمون رو جمع بکنیم حالا که اون اینقدر به دنبال این هست که ما رو ناراحت ببینه ما رو غمگین ببینه ما رو گرفتار و درگیر ببینه ما هم کم نگذاریم بیایم یک سری کارها رو بهش بپردازیم که شیطان رجیم و لعین و رانده شده اذیت بشه خیلی خوبه بعضی موقع کارهایی رو یاد بگیریم که اون رو ناراحت میکنه امروز میخوام دو تا از این کارها رو بهش اشاره بکنم و ازتون میخوام که مداومت به خرج بدیم در این کارهایی که موجب ناراحتی شیطان میشه یک سلام است که سلامتی به دنبال میاره این سلام کردن های ما به همدیگه صدای ناله شیطان رو در میاره یکی هم زمانی هست که ما میخوایم کاری رو انجام بدیم و از قبل در موردش صحبت میکنیم و عبارت انشاءالله اگر خدا بخواهد رو به کار میبریم اینجا هم شیطان ناراحت میشه امیدوارم این دوتا مورد رو بهش بپردازیم انشاءالله به شرط بقای عمر و حیات باز هم به یک سری از مواردی که موجب ناراحتی شیطان میشه و موجب خوشحالی خداوند و ملائکه و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین میشه رو بهش بپردازم صحبت خواهم کرد در موردش در قسمت های آینده و به همدیگه قول میدیم که تمرین کنیم و مداومت در انجام این کارها به خرج بدیم بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی بیت عباس علیه السلام برنامه از آنگاهی بر بال ملائک تا از آن ظهر به افق کربلای معلا کماکان ادامه داره خواهش میکنم با ما همراه باشید از رخ ما عین بقیت الله ماندیم در دل چاه عین بقیت الله دلتنگ یار بودیم هر روز وقت و بی وقت گفتیم گاه و بیگاه عین بقیت الله یا رب تفضلی کن خسته شدیم از این غم با ما کمی بیاراه عین بقیت الله ماه علی است این ماه از برکتش به مهدی ما را رسان در این ماه عین بقیت الله یک شب نجف عطا کن تا در حریم حیدر گوییم تا سهرگاه عین بقیت الله مانند طفل لجباز دم میزنم مکرر عین بقیت الله این بقیت الله آب از سرم گذشته عمرم به سر رسیده از سینه میکشم کشم آه این بقیت الله هر بار روزه رفتیم هر بار گریه کردیم گفتیم ناخداگاه این بقیت الله این بقیت الله یک عمر این مصیبت سوزانده قلب یک عمر این مصیبت سوزانده قلب ما را مانده است تشنه لب شاه عین بقیت الله افتادگی سوی یار آن رشته هدایت در دست شمر گمراه عین بقیت الله انشا الله یک روزی جواب این عین بقیت الله ها کلمه هنا و فی جنبک باشه زمانی که ما بپرسیم که آقامون کجاست بقیت الله کجاست جواب این باشه که هنا اینجا فی جنبک و در کنارت بهترین روز همون روزیه که آقامون رو حضورا درک میکنیم و دست مهربانی خودشون رو بر سر فرزندان خودشون میکشند و دعای خیر رو حضوری انجام میدن برای فرزندانشون بینندگان عزیز شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام خواهش میکنم هر جای جهان هستید از هر طریقی بیننده برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بربار ملائک هستید دستانتون رو به اتفاق بنده حقیر بالا بیارید همه با هم به اتفاق هم به نیت ظهور اللهم عجب. ادب به مجدد حضور یکایکی که شما دارم بینندگان عزیز و ارجمند برنامه بربار ملائک بار دیگر سال روز شهادت حضرت امام هادی صلوات الله و سلام و علیه رو ابتداعا محضر حضرت ولی اصر اجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین شما محبان اون حضرت تسلیت و تعذیت عرض می کنم انشاءالله که از محبان و شیعیان واقعی حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشیم اما بینندگان عزیز امروز چهارشنبه هست و در خدمت کارشناس و محترم برنامه اون جناب حکیم رضوی قومی هستیم با مبحث دعا درمانی که امیدوارم قبل از اینکه اقدام بکنید برای خرید دوا و داروهای مختلف برای درمان بیماری که خدای نکرده دوچاره شدید با ادعیه‌ای که در برنامه گفته میشه درمان بشید من بدون اتلاف وقت بنا دارم که همراه بشم با کارشناس محترم برنامه‌مون ان شاء الله که استفاده میکنیم از بیانات و مطالب مفید و ارزشمندش حاج آقا سلام علیکم سلام وقتتون بخیر تسلیت عرض میکنم. در ابتدا اگر سلام با بینندگان دارید بفرمایید سلام باشین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام دارم خدمت شما و همکارانتون همچنین شما بینندگان سلام. عزیز و بنده هم عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام خدمت شما و حضور مقدس و نازنین امام زمان ارواح ناله فدا. در باب دعا درمانی که بر طبق حالا این کتاب دعا درمانی که نوشتیم مطرح می کردیم رسیدیم به تتمه مباحثمون و عرض کردیم در وادی درمان یکی از راههایی که بجز دعا وجود داره ولی از همون جنس دعا درمان میکنه انسانو استفاده کردن از تربت وجود مقدس عبا عبدالله حسین و این قضیه مطرح شد که چرا گاهی تربت اثر نمیکنه چه بکنیم که تربت اثر بکنه و چه راهگارهای خود اهل بیت علیهم السلام به ما دادن میزان استفاده از تربت در جلسه گذشته عرض شد که مقدار یک نخود باید مصرف بشه تربت چه امامی که گفتیم تو راست عبا حسین جواز فقحت. استفاده داریم و نحوه برداشتن تربت رو از زبان اهل بید علیه السلام در جلسه گذشته مطرح شد و دو تا روایات ابتدایی بحث رو عرض کردیم و امروز انشالله الباقی روایات خدمت عزیزان عرض بکنیم روایتی که این هفته میخوایم مطرح بکنیم از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود تربت سید و شفای هر بیماری است بله حضرت هنگام استفاده از آن بگو بسم الله اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاءا من کل داعن انک علی کل شیء قدیر همین یک خط دعا رو حضرت میفهمن هنگام خوردن طور ابا عبدالله استفاده بکنید در کامل زیارات صفحه 284 ابن قلوبه روایتش رو نقل کرده روایت بعدی از امام صادق علیه السلام که فرمودن هرگاه خواستی تربت از قبر حسین علیه السلام برداری و استفاده کنی ابتدا سوره فاتحه الکتاب معوزتین که سوره ناس و فلقه الناس و الفلق و توحید سوره قدر سوره یاسین و آیت الکرسی را بخوان سپس بگو اللهم به حق محمد که و که و حبیبکه تا یک صفحه تقریبا روایت دعا ادامه داره بعد حضرت میفهمند که بگو اللهم رب به حاضه تربت المبارکت میمونه و ملک لزی حبت بها تا ادامه تا انتهاش که برای ورداشتن تربت حضرت میفهمند که این دعاها رو بخون و کامل زیاد صفحه 283 مطرح کرده مورد روایت آخری که در این کتاب مطرح کردیم که بعد از این انشاءالله چند تا نکشترم عرض بله امام صادق علیه السلام فرموندن خاک قبر حسین علیه السلام مشکی مبارک است هر کی از شیعیان ما از آن بخورد از هر بیماری شفا یابد هر کسی از دشمنان ما که از آن بخورد چون روغن و مثل دنبه گوسفند دیدین چطوره؟ بله آب می شود یعنی باعث می شود که از درون از بین ببر شخص و چون از خاک قبر حسین خوردی بگو اللهم اینی اصل که به حق ملک لذی قبضها و به حق نبی لذی خزنه و به حق الوسی لذی ها و فی انتو محمد و آل محمد و انتج علی فیه شفاعا من کل دا و عافیتا من کل بلا و آمنا من کل خوف به رحمتی که یا راهمین و صلی اللہ علی و الله علی و آله سلم و از در ادامه دوباره یه سه چهار خط دعاست میفهمند که درست. این دعا هم بخونید حالا تبرکن تیمونن چون آخرین قسمت کتاب هست خدمت ایزان عقل میکنیم و روایت هم در مکارمان اخلاق اومده اللهم اینی اشهد و, ولیه که. و انها زه تربه تربه تو و اشهد و انها شفا اون کل دا یعنی اینجا دیگه من میام دارم شهادت میدم که پروردگارا من میدونم این طور بس با من چه میکنه و امانن من کل خوف لمن شئت و من خلق که ولی به رحمتی که و اشهد ان کل ما قیل فیهم و فیها هو الحق من اندک و صدق المرسلون خب مباحثش به پایان رسید در مورد تربت ابا عبدالله چیزی که عرض کردیم و گفتیم نحوه برداشتن تربت بسیار موثره روایتی داریم که شخصی رسید خدمت امام صادق علیه السلام ارزش که ابن رسول الله میفرمایید که تربت شفاست میفرمایید که برای بیماریاتون از تربت استفاده بکنید ما برای بیماری خودمون از تربت استفاده کردیم درمان هم نشد تربتی که خودم حالا میگیم شاید اون تربتی که بود اصلا تربت امام حسین نبوده یکی خاک داده گفته این تربت میگه آقا جان تربتی که خودم از کنار قبر ابو عبدالله و استفاده میکنم خوب نمیشه حضرت فرمودن که اول اینکه اصلا خیلی ناراحت شدن و به حالت غضب نشستن روی دوزانوی خودشون فرمودن تربتی که توی به قول خودمون پالان خرط ریختی و از کنار قبر عبا عبدالله سوار مرکبت کردی و روی آن نشستی ببینید مثل خورجین موتور دیدید که میشینن روش بله. توی این خورجین های حیوان و پر تربت سید و کرده خودش هم نشسته روش حضرت فرمود با خودت اووردی میخوای اثر کنه لذا نحوه استخراج تربت نگهداریش خیلی مهمه روایت داریم حضرت میفهمند که تورات عبا عبدالله تا در حائر سید و شهده است. حالا حائر رو چند جور معنا میکنن بعضی میگه حائر عبا عبدالله زیر قبست یعنی زیر گنبد و بارگاه اطراف غرب چقدر میشه؟ بلیزه دو سه متر بعضی هم میگن نه کل حرم حائر حساب میشه یعنی حرم سید و شهده تا هر جایی که باشه محوطه حائر حسینیه بعضی هم تا چهار فرسخون در نظر میگیرن میگن اینا هم جزء حائر اب عبدالله حساب میشه نظرات مختلفی که در مورد در باب صلات هم علما بحث کردن در اون مورد بله چون که یکی از چند جایی که نماز رو مسافر میتونه کامل بخونه بله. در حائر سید الشهدا است که حالا ما در بحث حائر کجاست که مسافر سید الشهدا اونجا نمازش میخواد کامل بخونه میتونه کجا کامل بخونه نمازش که حالا بحثش مفصله بعضی از در روایات داریم که حضرت میفهمد تا در های اب عبدالله هستی تربتی که ورمیداری خواستش سر جاش ولی شیاطین به دستور شیطان بزرگ منتظرن تا این تربت از حائر اب عبدالله خارج بشه به محض اینکه از حائر خارج میشه اگر حفاظی برای حفاظت از اون درست کردی که هیچ. و الا حضرت میفهمد که میان اونو بو میکنن با همون بو کردنشون تمام اون خواص درمانی تربت رو از بین میبره دیگه اون تربت خاصیتی برای شما نداره لذا یکی از روایاتی که ما در همین فصل آخر بررسی کردیم روایات نحوه برداشت تربت بود و مهرموم کردنش که عرض کردیم مهرمومش بکن وردارت با سلوات و با دعا و با ذکر تو چه ظرفی ریخته بشه چطور حمل بشه کجا گذاشته بشه اینها همه باعث بشه, بشه؟ همه باعث بشه؟ اینا همه باعث که اون خواس سر جاش بمونه لذا بعضی از عزیزانی که از تربت استفاده میکنن اگر تربت درست نگهداری نشده باشه درست برداشت نشده باشه اون اثر خودش رو نداره ما یکی از جاهایی که حالا روایان مختلفه متعدده یکی از جاهایی که شیطان اومده قسم خورده و تمام تلاش خودش رو در اون باب انجام داده و انجام خواهد داد تا قیام قیامت برای اینکه به هدف خودش برسه در باب سید الشهدا است کنید ما روایت داریم شیطان چند جا تو این عالم صدا به ناله بلند کرده بله. یکی روز عید قدیر بود روز عید قدیر وقتی که وجود مقدس امیرالمؤمنین به دست رسول الله معرفی شد بر عوالم هستی و بر مردم که بیاید باش بیعت بکنید که من کنتو مولا و علی مولا از این روز امیر المؤمنین مولای شماست و سلام بدید بهش به امیر به امرات المؤمنین به امیر المؤمنین بودن به آقا دیگه از امروز باید سلام بدین اونجا شیطان صداش به ناله بلند شد گفت اگر بگذارم این آقا به جای خودش بماند هدف از اون چیزی که خدا برای هدایت مردم داره کامل میشه لذا از زهر و سلام الله علیه فرمودن اگر همه به ولایت امیران مؤمنین معتقد میشه خدا اصلا جهنمی خلق نمی کرد. اصلا دیگه آتشی وجود نداشت همه چیز بهش بود درست؟ بله برای مخالفت با امیرالمؤمنین شیطان تمام انرژی خودش رو گذاشت و داریم در روات چنان فریاد زد که تمام افرید های عالم دورش جمع شدن که سرور ما آقای ما چی شده که تو صدا به ناله بلند میکنی تمام تلاشتون رو باید بکنید تا این ولایت سر جای خودش نشین که خب شروع کردن به کشیدن نقشه ها و به از بین بردن حق امیر و که همین اتفاق هم افتاد در جریان بیعت مردم با اولی در وقتی که این ملعون اومد رفت توی مسجد نشست مردم رفتن بیعت کردن سلمان اومد خدمت امیر المومنین آقا گفت سلمان چه خبر خب حضرت قسم خورد تا قرآن رو تکمیل نکنه از خونه بیرون نیاد حضرت فهمون در سلمان چه خبر سلمان عرض داشت که یا امیر مردم دارن با اولی بیعت میکنن تو مسجد حضرت فهمون چیز عجیبی ندیدیم اتفاق خاصی نیفتاد چیزی که به اینا که بیعت کردن کیا بودن چه اتفاقی افتاد سلمان گفت یا علی آقا جان دیدم اولین نفری که اومد با اولی بیعت کرد که بالا منبر نشسته بود میومدن باش دست میدادن و بیعت میکردن کردن یه پیرمردی بود که من نمیشناختمش و اصلا تو مدینه تا به حال ندیده بودمش غریبه ای بود <applause> و به شدت گریه می کرد از شوقش و از خوشحالی خودش در حالی که داشت بیعت می کرد با ابوبکر انقدر خوشحال بود از این بیعت کردن و رفت بالا دستشو بوسید و باش دست داد و بیعت کرد اومد پایین از مسجد خارج شد دیگه هم ندیدنش حضرت فرمود ابلیس بود و به اون هدفی که میخواست رسید الله و اولین نفری که خودش اومد باش بیعت کرد به, ای به خاطر این مخالفت با ولایت امیر خودش بود خب تمام تلاش خودش کرد و الان هم می‌بینید اکثر جمعیت دنیا همونطوری که آیه قرآن هم در اکثر هم لا یعقل و اکثر هم لا یفهمون نمیفهمن نمیدونن اکثر جمعیت دنیا الان طرفدارشون هستن یعنی دیدگاهشون نسبت به خلافت امیر دیدگاه خلافت چهارمین نفر اونم به حالت یک انسان عادی است نه اسمتی نه خلافت اللهی نه خلیفه بلافصل رسول بله. الله و مباحث دیگه خودش که شیطان خوب داره کار خودش رو انجام میده در مورد وجود مقدس ابو عبدالله حسین هم یه همچین اتفاقی افتاد در زمانی که سید و شهده به شهادت رسید خداوند تبارک و تعالی چنان فضائلی در باب عزاداری بر ابا عبدالله حسین قائل شد و چنان فضیلتی برای اشخاصی که پیرو سید و شهدا می شوند و پیرو خط ابا عبدالله می قرار داد که خود شیطان که مردم و وادار کرد بود به اینکه آقا رو بکشن تازه فهمید کجا رفته تازه فهمید با شهادت این آقا هزاران 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 صف از انسانها در روز قیامت وارد بهشت به میخواد بشن یعنی راهی درست شد راهی درست شد که خود به ضرر اولین شخص به ضرر خود شیطان اینی که میگن اهل بیت علیهم سلام و سفینت و نجاتن بله. که این راه همچنان ادامه داره احسن عاشق شوشترین تو خصایص حسینیش این بزرگوار میگه اهل بیت همشون سفینت نجاته هستند و سفینت و نجات. ولی وجود مقدس ابو عبدالله حسین هم کشتیش اوسع وسیتر هم اسرع هم سریتر میرسونه هر شخصی که وارد کشتی ابو عبدالله بشه اهل نجات میشه خب شیطان میخواد همه رو اهل گمراهی کنه یه چشتی درست شد که همه اشخاص به سرعت میشن اهل نجات خب همین شیطانی که اومد یه در گمراه کرد و اهل جهنم کرد در مخالفت با ابا عبدالله حالا همین شیطان باید از این ور بیاد تلاش خودش رو بکنه که از دستگاه ابا عبدالله الحسین کسی به جایی نرسه لذا روز آشورا وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید شیطان همه اون به قول ما های خودش رو دور خودش جمع کرد و گفت در دستگاه ازاداری بر این آقا که انقدر روش تاکید کرد هم رسول الله هم فاطمه زهرا هم امام مشتبه هم امیر المومنین هم خود آقا بلده. که فرمودن برید برا من گریه کنید چقدر اشخاص اومدن به آقا کن حضرت فرمود نمیخواد برید فقط برا من ازاداری کنید در اون جریان مثلا زعفر جنی که روایتش هست روایت به ذات العلم وقتی که اومد خدمت عبا عبدالله گو کمک کنم حضرت فرمود نه این نامردیه تو اونا رو میبینی اونا تو رو نمیبینن تو از جنی اونا از انسانه میخوام کمک کنم حضرت فرمود نه اون هزاران هزار صف از ملائکه هستن شمشیر از نیام کشیده اشاره کنم همه اینها رو نابود میکنه اصلا امام زمانه اشاره بکنه نفس همه میره دیگه بره نمیگرده تو چیکار میخوای بکنی زفر برای ما فکری کردی از توان ما خارجه که من تو این گودی قسلگاه افتادم نمیتونم تو این عالم کاری بکنم که تو میخوایی برای من کاری بکنی. از فهمون نه نمیخواد مقدمات اینه که این اتفاق برای من بیفته. برو برای من مجلس عزا برپا خیلی مهمه وام. بله. حضرت وجود ابوالعبدالله همین همینو میگه. شیطان چی میگه؟ میگه نگاه کن راه به اینجا افتاد که همین شهادت باعث نجات خیلی خیلی‌ها میخواد بشه. لذا دستور مؤکد من به تمام شما تشکی که در دستگاه ابوالعبدالله از هر طریقی میتونید شک وارد کنید هر طوری میتونید مجلس ابا عبدالله رو کوچیک کنید خراب کنید تو دل مردم شبهه بندازید این روزه رو نخونید اون کارو نکنید حال تربت چی هست آقا من خوردم خوب نشدم اینها عدم آگاهی ما نسبت به وجود مقدس ابا عبدالله عدم دانش ما به روایات اهل بیت این که در باب تربت الان ما وارد شدیم خب خیلی تو ذهنشون از اون یه تربیه و فیه یعنی چی فیه شفا لکل دا آقا هر بیماری تو آلم باشه تو بطه شفا چرا پس این همه ما خوردیم خوب نشدیم اینا خود تشکیکات خود شیطانه یعنی نمیذاره اون روایت رو تو ببینی اصلا راجبش فکر بکنی فقط میاد تو دلت اینو میندازه خای قبول خوب بشه یالا چرا خوب نشد پس معلومه این درست نیست در صورتی که این یکی از مختصاتی است که از شهادت ابا شامل حال این زمین شده. یعنی به برکت وجود سید و این تربت به این مقام رسیده بله در باب شهادت سید و شهاده وقتی که خبر شهادت رو دادن به حضرت زهره صلی سلام الله علیها ها که اومد خدمت رسول الله گفت بابا جان این بچه تو دل من با من صحبت میکنه با من حرف میزنه میگه انا شهید انا قتیل در مورد شهادت و در مورد عتش این چیزا با من صحبت میکنه جریان چیه وجود مقدس سید و شهاده؟ خب مثل خود حضرت زهرا که تو بطن مادرشون صحبت میکردن صحبت میکرد با مادرش بله. رسول الله فرمودن جریان شهادت رو گفتن گفتن این بچه که به دنیا میاد بزرگ که میشه شهید میشه حضرت زهرا فرمودن که بابا جان اصلا من به بچه که قرار بشه بیاد این همه غم و قصه اصلا بگیم احتیاجی به این ندارم بعد رسول الله فرمودن به دستور خدا پدر امامان بعد از ماست یک شفاعت در روز قیامت امامت به خودش میرسه و از اون طرف دعا تحت قبش مستجاب میشه و فی تربتهی شفا قرار داده شده این چند تا خسلت رو ما خدا بهش دارم. بله. حالا با این حال چی؟ حضرت فهمون قبول کردن و در باب شهاد سیدو در عالم زر روایات داریم مفصل بحرون مسایب بزرگواران محروم تبریزی بحرون مسایب تبریزی اونجا روایت شو از که کتب مختلف نقش حالا من اونجا دیدم که در عالم زر از رسول الله از امیر المومنین از حضرت زهرا از امام حسن و از خود سید و امضا گرفته شده در باب قبول شهادت عبادالله که شما باید قبول کنید که این آقا اینطور به شهادت میرسه درست؟ و علت این شهادت و اینکه چه خواصی داشته باشه تمام اونها تو روایت بیان شده که یکیش همینه منفعت آخرتی ما شفاعت ابا عبدالله است. منفعت دنیایی هم وجود مقدس ابا عبدالله برای تمام شیعانش تو عالم هستی داره که طبق این روایتی که خوندیم حضرت میفرماید که اگر شیعه ما شفاست به دشمن ما مثل آب کردن چربی میمونه یعنی زوبش میکنه نابودش میکنه این خاصیت برای شیعان ماست که تورات ابا عبدالله میخورن از بیماری شفا پیدا میکنن و انشالله طربت اصل تربت خوب تربت که با آداب و شرایطش باشه دعا و همه چیزش هم باشه استفاده بکنیم به حق انشالله اهل بید علیه السلام و به دعای امام حادی علیه السلام تو این روزها انشالله اصلا بیماری نباشه و اگر من باب امتحان و ترفیع درزی شیعیان این بیماری هم باشه انشالله با همین ها به خوبی درمان بشه الله کتاب <applause> دعا درمانی که تعلیف خود جناب حکیم رزوی قومی هستش در قالب برنامه امروزمون که موضوعش دعادرمانی هست خیلی خوبه که توجه داشته باشید که یقینا استفاده از طب اسلامی شیعی که اینجا همین عبارت این کتاب هم مزین شده به این عبارت راهگشای مشکلات زندگی ما و بیماری هامون خواهد بود و امیدوارم که تن شما عزیزان هیچ وقت درگیر هیچ گونه بیماری نشه آسید ممنون میشم در خصوص کتاب هم توضیحاتی ارائه بدین که بینندگان ما اشراف بیشتری نسبت به کتاب داشته باشن در مورد کتاب در ابتدا چند باری عرض کردیم حالا در انتها هم عرض بکنیم چینش کتاب مثل چینش کتاب درمانهای خانگی ماست و شروع کردیم از بیماری های عمومی و عزیزانی که با ما همراه بودن اینو حس کردن و دیدن و از بالای بدن یعنی از سر انسان تا پای, تا پای انسان شروع کردیم بیماری های دونه دونه مطرح کردن و هر چیزی که در روایات دعایی براش بود اووردیم البته یک سری ها یک سری نمازها یک سری روزه ها و این چیزهایی هست در روایات دیگه که ما اینجا چون فقط از دعا استفاده کردیم دعایی که مثلا با لفظ خونده میشه یا مثلا نوشته میشه میتونن تو کتاب های دیگه پیگیر اونها باشن یعنی همه چیز اینجا نیست بسیار مفصل روایات اهل بیت ولی خب کتابی از نظر بیماری ها و تمام این که مثلا بیماری های مختلف رو در بر بگیره تقریبا میشه گفت جامعه و عزیزان میتونن استفاده بکنن و یک بارم عرض کردیم که تیکه تیکه درمان ها با دعا توی سایت خودمون بارگذاری شده عزیزانی که دنبال دعاش هستن اگه سختشونه بخوان خودشون بگردن پیدا کنن یا به کتاب دسترسی ندارن که خب خود کتاب هم از توی سایت میتونن تهیه بکنن اونجا میتونن مراجعه بکنن و ببینن و انشالله استفاده بکنن بله این کتاب رو در واقع در این فصل از برنامه بربار ملائک از ابتدا تا انتها ما بررسی کردیم دیگه بله درسته. تمام شد امروز دیگه به پایان رسید تا اینکه ان شاء الله عزیزان از کامل استفاده بکنن ان الله خیلی ممنونم از لطفتون جو خدا من به علم و نفس و کلامتون برکت بده ان ممنون متشکرم نگاه های شما هم هستم بخش رو به اتفاق هم ببینیم برگردیم به لحظات انتهای برنامه نزدیک o oh. بینندگان عزیز همراه ما بودید در سال روز شهادت حضرت امام هادی صلوات الله و سلامه علیه موضوع برنامه امروز از لحاظ کارشناسی هم همونطور که همراهمون بودید در خدمت جناب حکیم رضوی قومی بودیم و استفاده کردیم از مطالب و مباحثشون در خصوص دعا درمانی تا به امروز پیش رفتیم و در فصل سوم برنامه بربال ملائک دعا درمانی داشتیم به عنوان بحث روزهای چهارشنبه مون بعد در خدمت جناب حکیم رضوی قومی بودیم که به ایشون هم خدا قوت میگم بار دیگر و ممنون متشکرم و از شما که تا این لحظات لحظات پایانی برنامه برباد ملائک بیننده برنامه, برنامه خودتون بودید امیدوارم که ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید خصوصا در این لحظات از روز تا قسمتی دیگر از برنامه بربال ملائک و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر شما عزیزان رو به خداوند متعال می یا علی